سلام میکنم به شما عزیزانی که به تماشای این برنامه نشستید. میلاد رسای منش هستم و این برنامه هفتگی نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی هست. خیلی خوش اومدید. در چند روز گذشته به مناسبت برگزاری مراسم عاشورا در خارج از کشور، تصاویر متعددی در سطح رسانه‌های فارسی زبان و همچنین دنیای مجازی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام از ایادی جمهوری اسلامی منتشر شد که به برگزاری این مراسم در خارج از کشور پرداخته بودند. به اپوزیسیون، به افرادی که معترض به این کارناوال حکومتی بودند، حمله می‌کردند، فحاشی می‌کردند و تصاویر بسیار زشتی رو در حقیقت رقم می‌زدند. به نوعی این افراد سعی می‌کردند که در کنار برگزاری مراسم عاشورا، نوعی چنگ و دندون هم به اپوزیسیون، به مخالفین جمهوری اسلامی، همچنین مردمی که به برگزاری این مراسم معترض هستند در داخل کشور، به نوعی چنگ و دندونشون بدن و به اونها هم متعرض بشن. در این برنامه سعی خواهیم کرد به طور نظری به این بحث بپردازیم که سیاست دول غربی در جهت تحکیم جنبش اسلام سیاسی، مشخصا بحث عاشورا و تاسا در خارج از کشور چه هست، چرا کشورهایی از جمله کانادا اینقدر به دل جمهوری اسلامی بالا میره و بهشون فرصت میده که این مراسم رو که ارتجاع ناب و خالص هست در خارج از کشور و در این کشورها برگزار بکنند. و همچنین سعی خواهیم کرد به این سوال پاسخ بدیم که آتئیست ها، خردگرایان، مردمی که از دین گذر کردند و به نوعی خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند، چه موضع‌گیری و واکنشی رو باید در قبال این فستیوال حکومتی و لومپن اسلامی هایی که در خارج از کشور به مردم حمله می کنند، چه واکنشی رو باید نشون بدن. دو میهمان با ما خواهند بود که در نیم ساعت پیش رو این بحث رو با ما همراهی خواهند کرد. حامد جمالی که از استکهلم با ما هستند و همچنین مصطفی صابر از ونکوور کانادا. خیلی خوش اومدید هر دو نفر. مصطفی جان، سال اولم از شما هست. چرا به نظر شما دول غربی، از جمله همون کانادا که شما درش زندگی میکنید، این سیاست رو دنبال میکنند، اجازه میدن که این افراد پولهای کلونی رو از داخل ایران به خارج از کشور بیارن، اونجا این مراسم رو برگزار بکنن، جمهوری اسلامی رو تحکیم بکنن؟ ما میدونیم که به هر صورت مردم ایران علاوه بر فشار مذهب تحت فشارهای اقتصادی شدیدی قرار دارن. چرا دولت کانادا اینقدر با جمهوری اسلامی در این زمینه همکاری میکنه به نظر شما؟ من یه چیزی رو اول بگم. ببینید، بالاخره مراسم مذهبی، حالا چه عاشورا اینا، کلا هر کسی ممکنه بذاره، هر جایی ممکنه بذاره و این مورد بحث ما نیست. بحث ما اینجا رابطه این مراسم ها با جمهوری اسلامی و اینکه چجور این یه حرکت سیاسیه و یه حرکتی که جمهوری اسلامی سازمانش میده و اینجا بحث سر جمهوری اسلامی و به صلاح به بهانه محرم و اینا، به قول شما که گفتید، یه جور ابراز وجود و اینا هست. ما میخواستم اینو روشن کنم که اینجا بحث سر جمهوری اسلامیه. و بعد بگم به سوال شما، رابطه غرب با جمهوری اسلامی یا دول غربی با جمهوری اسلامی، خب کانادا هم یکی از اوناست و معمولا تو این مجموعه قرار میگیره، برمیگرده به انقلاب 57. انقلاب 57 یه انقلاب عظیمی بود که علیه حکومت شاه و میخواستی رو کنه همه چیزو، و غرب که تا روز قبلش پشتیبان شاه بود، وقتی متوجه شد شاه نمیتونه بره، دیگه خمینی رو آورد و اسلام سیاسی هم از همونجا شروع شد. یعنی اسلام سیاسی و اسلام در قدرت اینا شروع شد و غرب از همون روز اول حامی این ماجرا بود، کمک کرد به قدرت رسیدنش، حمایت کرد ازش. اون وقتایی که جمهوری اسلامی جنایت‌های وحشتناک میکرد تو همون سالهای اولش، توی کشتارهایی که تو زندان سیاسی اینا، سکوت کرد، چی نگفت. الانشم شما فرض کن، حالا کانادا که جای خود داره، همین ترامپ که این همه فوش میده به جمهوری اسلامی و فلان که بیاد پای میز مذاکره، بحثش فقط سر اینه که جمهوری اسلامی رو رام کنه تو چارچوبه امر خودش و کار خودش. نمیخواد جمهوری اسلامی بره، نمیخواد، خودش هم میگه رژیم چنج، نمیگم حالا رژیم چنج بکنه، رفتن جمهوری اسلامی امر انقلاب مردم ایران است. ولی غرب و از جمله کانادا، اینا همه هنوز پشت جمهوری اسلامی هستن. در نتیجه چشمتون رو میبندم به این که چیز جمهوری اسلامی از طریق مساجدش، از طریق همین شبکه‌های مراسم مذهبی و عاشورا و اینها سعی میکنه که نفوذ خودش رو گسترش بده و اینا، چشم میبندم بهش و حتی چه بسا روشن باز بذارم.
مصطفی جان، یه سوالی که اینجا من میخوام از شما بپرسم اینه که اگر کوتاه لطف کنید، خیلی ما میشنویم به خصوص از جانب طیف‌های راست، کسانی که به هر صورت مخالف انقلاب 57 هستند، به نوعی شاید دل در گروه برگشت و حکومت پهلوی دارن، بارها اینو به ما میگن که مارکسیسم و اسلامگرایی با هم خیلی شبیه هستند، از یک جنس هستند، مارکسیستا و اسلامیستا با هم هستند و در حقیقت این مارکسیستا و چپ ها هستند که حمایت میکنن از برگزاری فستیوال آشوره در خارج از کشور. پاسخ شما به عنوان یک فعال مارکسیست، به عنوان رئیس دفتر حزب کمونیست کارگری به این ادعا چه هست؟ خیلی ادعای عجیبیه. تو همون کانادا ببینیم، من میدونم که شما هفته قبل با بابک یزدی برنامه داشتی، شما بهم گفتی قبل از برنامه. خب و ما که همیشه در اول مبارزه علیه اسلام سیاسی، علیه جمهوری اسلامی بودیم، این یه مغلطه بزرگه. ببینید، جمهوری اسلامی رو الان توضیح دادم از اون بعد به تولدش چجوری متولد. البته فقط غرب و دول آمریکا و انگلیس و فلانی حرفا نبودن که پشت سر جمهوری اسلامی بودن، چیز هم بود، شوروی هم بود، شاید چین اون روزای آخر شدیدن با شاه نزدیک شده بود، شاید چین یه مقداری منفعل بود، ولی شوروی اون وقت هم خیلی طرفدار حکومت خمینی اینا بود. حزب توده بله طرفدار خمینی و اینکه یه شعارهای ضد آمریکایی داشت به اونا دلبسته بود و اینا، که بعدن هم تازه خود توده‌ایار هم کلی کشتن، اعدام کردن. ولی ما که از همون روز اول علیه خمینی بودیم و خمینی کلی مارکسیست کشت، این تو خاوران و اینا، پس چه خبره؟ اونا کیه؟ و در هر حال تا اونجا که به اعتراض علیه جمهوری اسلامی برمیگرده، ما از همون روز اول اعتراض کردیم. و اون کسایی که این حرفو میزنن خودشون معمولا همین طرفدار غرب و لیبرالیسم و اینجور چیزا هستن که اینا همه از جمهوری اسلامی دفاع کردن، اولا هم دارن دفاع میکنن. خیلی خیلی متشکر هستم، ممنون. همه جا سوال بعدی من از شما هست. در غرب ما میدونیم که به هر صورت نهادهای مذهبی وجود دارن، بعضن حکومتی هستن، بعضن از جانب مردم اینها اسپانسر مالی میشن. در تقابلی که ما نهاد اکسمازله مشخصا در سوئد با بعضی از این جریانات اسلامی داریم و مشخصا بعضی از به اصطلاح احزاب چپ در اروپا و هم در همین سوئد، گفته میشه که به هر صورت مردم خودجوش خودشون دلشون میخواد مراسمی رو برگزار کنن و این حقشون هست. چقدر این مراسم در غرب و مشخصا سوئد که شما زندگی میکنید خودجوش هستش و چقدر به هر صورت پولهایی که اینا خرج میکنن محلش از کمکهای داوطلبانه مردم هست؟ ببخشید، من دوست دارم که قبل از اینکه به این سوال بپردازیم، یه نکته‌ای در خصوص صحبت‌هایی که مصطفی صابر انجام داد بگم. مصطفی صابر اشاره کرد که در واقع نطفه شروع حمایت غرب از اسلام سیاسی اشاره کرد، که خب این سابقه روشن و مشخصه. حالا در واقع برای خود من نکته و سوال این هستش که اوکی، غرب در شروع این جنبش اسلام سیاسی رو حمایت کرده، چرا در سال 2020 همچنان داره این حمایتش رو ادامه میده و هنوز دست از این وضعیت بر نداشته؟ خب من فکر میکنم این چیزی که خود به نظر خود من میرسه پاسخ به این سوال، به نظر من این هستش که خب وقتی توی دنیای غرب اصل بر سود و سرمایه هست و همه چیز برای حمایت و حفاظت از این سود و سرمایه داره پیش میره، این مسئله حمایت از جنبش اسلام سیاسی حتی در دل خود غرب هم به نوعی ارتباط داره به این مسئله. در واقع ما لشکر بسیار وسیعی از مردم به اصطلاح که از کشورهای اسلام زده اومدن توی مثلا کانادا، مثلا انگلستان، یه تعداد بسیار وسیعی از این آدما داریم. در واقع این فعالیت‌های جنبش اسلام سیاسی در غرب، فعالیت‌های سازماندهی شده‌ای مثل این که برای خودشون مسجد دارن، سازمان دارن، 1001 بودجه و اینها دارن، اینا در واقع مردم رو یک جور بیگانه سازی می‌کنن از مردمی که
از کشور اسلام زده اومدن و اینا رو در واقع هویت بیگانه رو اجازه نمیدن که اینا هیچ وقت توی اون جامعه از دست بدن، هویت برابر و انسانی مثل بقیه مردم اون جامعه، مثل بومی های اون جامعه مثلا داشته باشن. و خب این مسئله میتونه بسیار برای سیستم سرمایه میتونه بسیار سودزا باشه، از اون لحاظ که خب به هر حال این آدم ها تو اون سیستم دارن کار میکنن، احتمال زیاد راحت تر بتونه در واقع حقوقشون رو از لحاظ اقتصادی در محیط کار و اینها نقض بکنه، و از اون طرف هم خب یک سری جنبش های راسیستی و فاشیستی در واقع با این بیگانه ها رو در جلوی چشم جامعه قرار میده و از این ترس و بیگانه هراسی که ایجاد میکنه اون هم برای در واقع تقویت خودش از این فرصت و موقعیت استفاده میکنه. من فکر میکنم که در واقع به این مسئله هم باید یک نگاهی بکنیم. اگر به من اجازه بدید حالا برم سراغ سوالی که از من پرسیدید. لطفاً ها مجا چون سوالات دیگه ای هم داریم. پرسیدی که چطور هست که خب این حرکت ها در غرب قطعا خودجوش نیست، حتی تو خود داخل ایران هم مثلا راهپیمایی نمیدونم عاشورا و اینها حتی داخل ایران هم خودجوش نیست. اینها خب بودجهش مشخص، سازماندهیش مشخصه و همین در واقع کانال بسیار پروپیمون دلارها و پولشویی ها و اختلاس هایی که از ایران میره به اون سمت، اینها هستن که در واقع اینها رو این جریانات رو این سازماندهی میکنن و به لحاظ اقتصادی زیر بال پرش رو میگیرن و این اتفاقا میفته. از اون طرف همونطوری که یه جورایی الان هم گفتم، عده ای از مردم هم ممکنه با اینا همگام بشن در یک جاهایی و از سر این که خب انگار از جامعه طرد شدن، آغوش جریانات اسلامی برای اونها باز هست، از این موقعیت از این فرصت بهترین استفاده رو میبرن و این آدم ها رو به خودشون جذب میکنن که خب در واقع به نوعی سیاهی لشکر هم داشته باشن، جمعیت بیشتری داشته باشن توی همچین حرکت هایی. متشکرم، بسیار بسیار ممنون. مصطفی جان سوال بعدیم از شما هست. به نوعی پاسخ دادید اول صحبتاتون به این ادعا، ولی من میخوام یه بار یکم دقیق‌تر و مفصل‌تر در این رابطه صحبت بکنیم. صحبت میشه، گفته میشه که به هر صورت افرادی که در کشورهای غربی زندگی میکنند بنا به اصل آزادی بیان و دموکراسی که ما در غرب داریم، اینا حق دارند که این مراسم رو برگزار بکنند و به هر صورت کاری که ما انجام میدیم، فعالیتی که مثلا نهاد اکس مظلوم انجام میده یا مثلا حزب کمونیست کارگری که میاد اکسیون موازی برگزار میکنه در مقابل این افراد، در حقیقت نقض آزادی بیان و نقض حقوق اولیه این شهروندان مسلمان هست. پاسخ شما به این گفته چی؟ آیا شما قائل به آزادی ادیان نیستید که همچنین رفتارهایی رو توجیه میکنید؟ همین کس میدونه این بحث آزادی ادیان نیست، این بحث تبلیغات اسلام سیاسی جمهوری اسلامیه. اینا لابی های جمهوری اسلامی هست و چه میدونم سازمان یافته توسط جمهوری اسلامی هست، خرج پول و همه تون میاد، ما اینا رو میشنستیم و سابقه اینا رو داریم. حالا کسایی ممکنه به خاطر آش خوردن یا باز اونم به خاطر اینکه حرفی حامد زد به نظرم کاملا درسته، اونم اینه که اینا خودجوش نیستن، نه تو ایران نه تو اینجا. تو ایران هم اگه دولت از پشت اینا بیاد بیرون، اگه سور و ساتی نباشه و اگر منفعتی تو این کار نباشه، خیلی آدم های خیلی معدودی میرن. حالا بگذاریم تو ایران یه جنبه دیگه هم داره، این که مردم اینو میخوان تبدیل کنن به یک کارنوال، یه جور حرکت دیگه ای درست بکنن، حالا اون بس جداگانه. ولی تا اونجایی که به بحث خارج برمیگرده، بحث دموکراسی و حق حقوق اینا که بالاخره میخوان مراسم بزنن کسی با اون کاری نداره، ولی اعتراض به این مراسم و مراسم دیگه ای گذاشتن و محکوم کردن این و این که بگیم اینا مال تروریست های اسلامی هن، اینا جنبش اسلامی اسلام سیاسی هن، اینا هوادارهای جمهوری اسلامی هن، اینا
خرجشون رو جمهوری اسلامی داره میده، این چه ایرادی داره؟ این هیچ کار درستی که باید کرد؟ اینکه هر کسی حق داره حرف بزنه، من حق دارم حرفمو بزنم دیگه، مردم ایران هم حق دارن حرفشون رو بزنن. من میگم آقا اینا ایادی جمهوری اسلامی هستن، اینا منادیان قتل و جنایت و ترور و نابودی انسان ها تحت عنوان اسلام و مذهب هستن. خیلی متشکرم هستم، ممنون، بسیار بسیار سپاسگزار هستم. حامد جان سوال بعدی من از شما هست. تصاویر رو ما میبینیم از به هر صورت افرادی که در این مراسم شرکت میکنن، که در حینی که به هر صورت دارن عزاداری میکنن، به هر صورت حسین میکنن، اون مراسم به نوعی میشه گفت مشمعز کننده عاشورا تاسوعا که یادآور واقعا ارتجاع، ستم و زن ستیزی اسلامی سیاسی و حالا بی‌حقوقی مردم در سطح کلان هستش رو در خارج، در غرب، در آمریکای شمالی دارن انجام میدن، در حین این مراسم به نوعی حمله میکنن به افرادی که اونجا اومدن برای اعتراض، به هر صورت اپوزیسیونی که اونجا حضور دارن که دارن اعتراض میکنن به برگزاری همچین مراسمی، این افراد حمله میکنن، شاخوشونه میکشن. ویدئویی رو پخش کردیم در حین صحبتایی که داشتیم میکردیم، ویدئو رو من مجدد پخش خواهم کرد، از فردی به نام حمیدرضا افکاری در کانادا که امسال ویدئوش خیلی پخش شد و خیلی در رابطه با هویت این فرد صحبت شد. چرا این کار رو میکنن به نظر شما؟ چرا به نوعی دست به این حرکات تحریک آمیز میزنن، حمله میکنن، لبک یا خامنه ای میگن؟ به نوعی گویی انگار که سازماندهی شده و از قبل برنامه ریزی شده، میخوان که تحریک بکنن و تهییج بکنن مردم رو، در حقیقت مردمی که معترض هستن به این وضعیت. ضمن اینکه این توضیح رو بدم دوستان عزیز که این برنامه رو لایف در حال تماشا هستن، اگر سوال رو از مخاطبین، از مهمانان برنامه بپرسند، من حتما سوال رو مطرح خواهم کرد. سعی بکنید که لطفا سوالات مرتبط با موضوع برنامه باشه. حامد جان بفرمایید. من فکر میکنم که در درجه اول اینا شاخ و شونه کشیدنشون در واقع اون فریاد و سر صدایی که راه میندازه، در درجه اول چون میدونه که این داستان داخل ایران هم بازخورد داره و بازتاب داره و این تصاویر قرار داخل ایران هم پخش بشه، بیشتر به نظر من مصرف داخلی برای مردم داخل ایران داره، برای مردمی که هر لحظه با جمهوری اسلامی در حال مبارزه هستن، میخواد این پیام رو ارسال بکنه که ما نه تنها در خیابان‌های ایران این کار رو انجام میدین و کسی به ما نمیتونه متعرض بشه، ما حتی در کشورهای آزاد دنیا هم این اختیار رو داریم، این آزادی رو داریم، این قدرت رو داریم، این بودجه رو داریم، این سازماندهی رو داریم که اونجا هم این کارها رو میکنیم و کسی نمیتونه به ما متعرض بشه. البته که همونطور که گفتی در واقع متعرض میشن، مخصوصا این روزها، این سالها، در واقع سال به سال مبارزه مردمی که میرن جلوی این آوا میستن داره تقویت میشه و گسترده تر میشه. مثلا این آقایی که توی تصویر نشون میدی میگه که تهدید میکنه، میگه اگه جرأت دارید بیاید ایران. این خب در حالی هستش که هیچ کدوم از سران مملکت در حال حاضر جرأت اینکه پاشون رو بذارن توی همچین کشوری، مثلا کانادا، مثلا آلمان، ندارن، برای اینکه میدونن که مبارزین علیه جمهوری اسلامی مترصد همچین فرصتی هستن که دست اینا رو بگیرن و به دادگاه و زندان بسپرن. این در واقع میگم در درجه اول مصرف داخلی برای مردم داخل ایران داره. در درجه دوم هم خب به هر حال حرکت‌های اغراق‌آمیزی که اینا انجام میدن به اصطلاح در واقع به نوعی فضا رو مثل کشورهای اسلام زده در واقع در میارن، انگار که فرق خاصی مثلا با کشورهای اسلام زده نداشته باشه، اینا باز هم به نوعی از این مسئله استفاده میکنن برای جذب افراد، برای جذب کسایی که خودشون رو متعلق به اون جامعه، مثلا متعلق به جامعه کانادا نمیدونن، نمیبینن و دنبال یک راه فراری، دنبال یک گروهی میگردن، دنبال یک گنگی میگردن که خودشون رو از اون در واقع حساب بیارن. بسیار بسیار عالی، خیلی متشکر. کامنت ها رو میبینید. وحید گفته منم اگه شاید 50 میلیون دلار از سید علی خامنه ای میگرفتم در کانادا که هیچ، در مریخ هم لبک خامنه ای میگفتم. و حالا سایر کامنت هایی که در تصویر کم و بیش
قابل مشاهده است. مصطفی جان سوال بعدی من از شما هست، همینطور که مخاطبمون هم عطیه نیک نفس پرسیدن، چطور میشه با این در حقیقت کارناوال ها و سیاست هایی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور دنبال میکنه مقابله و مبارزه کرد؟ کارناوال نیست، قدرت نمایی جمهوری اسلامی. کارناوال که چیز خوبیه که به هر حال، حتی کارناوال هم ممکنه باشه که جمهوری اسلامی بره اونجا سیاست خودش رو پروموت کنه، سیاست خودش رو مطرح کنه. ولی در رابطه با این تجمعات عاشورا اینا، ببینید تو سطوح مختلفی مبارزه میشه کرد و ما هم داریم میکنیم. اسکوس کارگری مشغوله، از چیز مقابله با مساجد. مساجد یکی از مراکزی که جمهوری اسلامی توی سرمایه گذاری میکنه و پول خرج میکنه، امام جمعه صادر میکنه، میاره از حتی ایران میبره میذاره تو اینا میکاره و یه جور لانه های جاسوسی و فعالیت به قول خودشون فرهنگی و سیاسی و امنیتی و همه جور جمهوری اسلامی هست. مبارزه با مساجد و دنبال کردنشون، مونیتور کردنشون، گزارش دادنشون و اینا همه جزی از کاره که و بالاخره بعد انجام داد. یکی دیگه در مورد خود این تظاهرات هاست یا این اجتماعات و راهپیمایی های مربوط به عاشورا اینا، که تو این مورد هم آگاهگری، افشاگری، توضیح به چه زبان انگلیسی و چه فارسی به جامعه مثلا کانادا یا هر کشور دیگه که هست خودش کار مهمی است. و بعد راهپیمایی آلترناتیو گذاشتن و افشا کردن در محل، اینم یکی هست. یک کار دیگه این است که این عوامل و به اصطلاح مأمورین جمهوری اسلامی رو یکی یکی شناسایی کرد و با مدرک و سند توی به همه نشون داد. اینو مردم دارن میکنن آلردی، همین کاری که گفتم و مردم دارن انجام میدن. ما به عنوان حزب خیلی فعال بودیم، به خصوص توی ترانتو این کار رو زیاد کردیم. به هر حال اینا نمونایی که من به نظرم میرسه، میگه اگر تجمع از طرف ما بیشتر باشه در این دوران بهتر نیست. نمیدونم منظور تجمعات از طرف ما بیشتر باشه منظور چیه. ببینید یه چیزی هم بگم، اینا اینقدر مهم نیستن، اینقدر جایگاهی ندارن، یعنی خارج کشور و فعالیت در خارج کشور همه کس میدونه که جمهوری اسلامی کاملا منزویه و اینا فقط از تو این مورد مثلا از عاشورا میخوان سوء استفاده کنن و یه مقدار خودشونو تحت لوای این بگیرن و بیان وارد بشن. خب تو این ما هم بعد جلوشون وایساد. خب میگم متوجه نیستم تجمعات از طرف ما بیشتر باشه منظور چیه. بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. آخرین سوال حامد جان از شما. مخاطبین این برنامه عموما خردگرایان، آتئیست ها و اکس مسلم های فارسی زبان هستند. فراخوان شما، پیشنهاد و توصیه شما به این به نوعی میشه گفت جوانانی که این برنامه رو دارن نگاه میکنن چه هست؟ آتئیست ها، اکس مسلم های فارسی زبان به چه شکل میتوانن با این مراسم، حالا مصطفی گفت کارناوال نگیم، با این مراسم حکومتی مقابله بکنن؟ من فکر میکنم که در واقع پاسخ من خیلی نمیتونه با پاسخ مصطفی صابر متفاوت باشه. خب حزبی مثل حزب کمونیست کارگری یا سازمانی مثل اکس مسلم مدام داشته در واقع توی کشورهای غربی مثل سوئد، مثل کانادا و جاهای دیگه داشته با نفوذ جمهوری اسلامی مبارزه می‌کرده. همیشه در واقع همیشه سازمان‌هایی که توی غرب هستند، مثلا وزارت امور خارجه، این افراد در واقع پاشنه در این وزارت امور خارجه رو در آوردن. خب کشورهای غربی هیچ وقت به زبون خوش نیومدن طرف ما رو بگیرن، طرف مردم ایران رو بگیرن. اونها همیشه ترجیحشون قرار گرفتن در کنار جمهوری اسلامی بوده. اما خب این تلاش ها
بالاخره ثمر میده. مثلا همین تو کشور سوئد وزیر امور خارجه سوئد که همین چند وقت پیش توی سالهای اخیر بارها و بارها تو بغل جواد ظریف و تمام دیپلمات‌های جمهوری اسلامی بوده، چند روز پیش بالاخره در واقع اظهار تأسف کرده و اظهار نگرانی کرده از شکنجه ها و جنایت هایی که جمهوری اسلامی مرتکب شده در قبال معترضین سال 98 به فرض مثال. و خب این تلاش ها نشون میده که جواب میده و یک جایی در واقع به نتیجه میتونه برسه. کاری که ما باید انجام بدیم در غرب خصوص، میگم سازمان اکس مسلم به عنوان مثال، اینه که تا جایی که در توان داریم این سازمان ها، نهادهای بین المللی، دولت ها رو تحت فشار قرار بدیم تا اونا رو وادار بکنیم که بیان و دست از حمایت جمهوری اسلامی بردارن. این مهمترین کاری که میشه کرد. بسیار بسیار متشکرم هستم. خیلی خیلی ممنون از هر دو میهمان که در این ساعت گذشته قرار همراهی کردن. مصطفی صابر که از ونکوور کانادا همراه ما بودن و همچنین حامد جمالی که از استکهلم سوئد شرکت کردن. عزیزانی که این برنامه رو به صورت زنده نگاه کردید و شما عزیزانی که در این برنامه رو ضبط شده خواهید دید، حتما در رابطه با نکاتی که در این برنامه گفته شد اظهار نظر بفرمایید. راه‌های تماس با ما اعلام میشه. برنامه بعدی ما یک شنبه است. شب و روزگار خوش.